امیر اسماعیل خان چهره نترس و رهبر مقاومت هرات به دست طالبان اسیر شد. شماره می گویند که او در نتیجه یک توطئه به دام طالبان افتاده است. مردم با یک روی برخورد کنند که با یک احساس خوب طولی هم دیگر بتانند زندگی مرفه داشته باشند. اونهایی که پیلن مقاومت می کنند در بعض ولایت ها به اونها چی پیامی دارین؟ شما آمدین با مجاهدین تسلیم شدین و برخورد خوب کردن، به اونها چی پیامی دارین؟ امیدواریم که هم برادرا بتانید در افغانستان یک فضای صلح ایجاد کنید که این جنگ ختم شود و در افغانستان امنیت و ثبات بیاید. خب شما چی فکر میکنی، چی احساس میکنی و این لحظه را که پیلن شما هستین در فکر شما بودن؟ نه خیر، ما تا فیلن این دفتن ای حادثی صورت گرفته من نمیتونم چیلو در این رابطه بگیم. خیر ببینیم، موفق باشم. زیا آریای نژاد نماینده مردم سمنگان میگوید که به تعداد 600 نفر کماندوی مزدور از خط اول جنگ فرار و هرات را تسلیم دشمن کردند و به امیر صاحب اسماعیل خان خیانت کردند. آریای نژاد در برگه فیسبوکش نوشته است: امیر صاحب را با یک توطئه از قبل چیده شده تحت عنوان آماده سازی پلان جدید جنگی دعوت کرده تسلیم دشمن نمودند. امیر صاحب مانند اولادش سری این بزدلان نمک حرام اعتماد داشت. نیروهای امیر صاحب قهرمانه جنگیدند، هیچ سنگر را از دست ندادند. منابع میگویند که آقای اسماعیل خان و چند مقام دیگر که بازداشت شدند به خانه امیر برگشتانده شدند و تحت نظارت طالبان قرار دارند. شماره میگویند که تاریخ شهادت خواهد داد که اسماعیل خان دینش را در قبال مردمش ادا کرده است. همزمان با این، معین ارشد امنیتی، والی، قمندان قلوردو و قمندان امنیه هرات نیز به طالبان پیوستند. از سوی دیگر کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات نیز به طالبان تسلیم شده است. این در حال است که شهرهای افغانستان در ظرف چند روز بدون مقاومت یکی پی دیگر به طالبان واگذار می شود. این وضعیت مردم افغانستان را شوک زده و وحشت زده کرده است.